در مدت 13 سالی که امام در نجف بود به تنظیم وقت خود معروف بود و با این که در آن زمان 73 ساله بود خود را به اجرای برنامه‌ای که خود تنظیم کرده بود ملزم می‌دانست. برنامه‌اش از ساعت 4 صبح آغاز می‌شد، بیدار می‌شد و به نماز شب و قرائت قرآن می‌پرداخت تا اینکه وقت نماز صبح می‌شد. بعد از آن به خواندن کتب ادعیه می‌پرداخت تا ساعت 6 صبح. سپس حدود 1 ربع تا نیم ساعت می‌خوابید و قبل از طلوع خورشید خانه‌اش را به سمت مسجد شیخ انصاری ترک می‌کرد و تا ساعت 11:30 که به خانه برمیگشت به تدریس مشغول می‌شد و در خانه استراحت کوتاهی می‌کرد. سپس درسی را که به طلبه‌ها داده تدوین و جمع و جور می‌کرد و سپس به ملاقات مردم که به هر کدام بین 5 تا 10 دقیقه وقت می‌داد می‌پرداخت. به هنگام صلات ظهر نمازش را در مسجد شیخ انصاری یا مسجد هندی به جماعت می‌خواند و بیشتر خطبه‌های سیاسیش را در مسجد شیخ انصاری گفت. ساعت 1 بعد از ظهر برای صرف نهار به خانه می آمد. نهار امام 1 نوع غذا بود. سپس خواب قیلولش را که بین نیم ساعت تا 45 دقیقه بود می کرد. سپس بیدار می شد و برای خودش چای مخصوصش را می ریخت و می خورد. ساعت 4:15 بعد از ظهر امام برنامه اش را با مطالعه آغاز می کرد و در ضمن نیم ساعت هم روی بام یا حیاط منزل پیاده روی می کرد. غروب که می شد نماز مغرب را در حیاط منزل یا در حیاط مسجد آیت الله بروجردی به جماعت می خواند. بعد از نماز عشاء به مدت 45 دقیقه تنها در حیاط منزلش می نشست و این بهترین دقایق روزش بود. ساعت 10 شب خانه را به سمت حرم امام علی علیه السلام ترک می کرد و در آنجا حدود 2 ساعت و تا نیم شب می ماند. ساعت 12 به خانه برمی گشت و تا ساعت 2 صبح به مطالعه می گذراند. بعد از آن به خواب می رفت و ساعت 4 صبح بیدار می شد و از نو به زندگی خود ادامه می داد. در این صورت امام در روز فقط 3 ساعت و 5 دقیقه می خوابید و 13 سالی را که در عراق بود بدین سان زندگی کرد و تا آخرین روز زندگیش این گونه ماند.